هم دیگه گیلاس بکشیم امروز. میتونیم از بیزی شکل استفاده کنیم واسه کشیدن گیلاس، یه وسطش یه ذره اینجوری خم شده باشه. شاخه هاشو اینجوری باشه، این قسمت بالای شاخه هاش که به هم دیگه وصله تونه اینجوری بشه. کم رنگ کشم، برای برگش هم میتونیم اینجوری اینجوری بهش بدیم یا حالت ساده بکشیم. اگه نمیتونین این حالت ها رو بدین، اول خط رو میکشیم، بعد روی این خطی که کشیدین رو اینجوری اینجوری. وسطش هم باز یه دونه خط میتونیم بدیم، بازم خطای اضافه همو پاک میکنم، این خطایی که پررنگ شده رو یه ذره کم رنگ تر میکنم. کارمو اول تمیز میکنم، بعد شروع میکنم به رنگ کردن. شاخه هامو با قهوه‌ای پررنگ میتونم بکشم، این قسمتی که مال وز کردنش رو کامل قهوه‌ای میکنم. ببینیم اینجوری میتونین با مشکی بکشین، خیلی ضخیم نشه این شاخه ها، چون همیشه توی گیلاس اینا ظریفه. دور برگم رو با سبز پررنگ تر روی همون خطوط قبلی رو میکشم. خط وسطش هم میندازم، میتونم یه کمی این پایناش رو با همین سبزم تیره تر کنم. بعد میام قسمت وسطش رو با سبز روشن‌تر روشن می‌کنم. حالا می‌تونید یه ذره‌ای خط و خطوط بندازید. حالا با سبز روشن به همین حالت دایره دایره اینا رو رنگ کنم. این شکلی میشه. دور تا دور گیلاسم رو هم روی همون خطا رو با مداد رنگی قرمز میکشم. میتونین اینجا رو یه اینجوری بذارین واسه یه نورش، داخل اینو رنگ نکنین. شروع کنم به صورت دایره دایره رنگ کردن، دایرهای کوچیکتر، نقاشی منظمتر، رنگ‌آمیزی بهتر. هر دوتاشو رنگ کنم. رنگ‌آمیزیم تموم شد، حالا یه دونه قرمز پررنگ‌تر برداشتم برای حاشیه‌اش رو پایین میکشم. ببین رو خطوط رو میکشم، یک کمی هم اینجوری دور تا دور رو پایین میکشم که یک کمی تیره تر کنه دور کارم، فقط دور تا دور.
برای این طرف هم همینجور وسط کارم روشن‌تر میبینه، وسط کارم همون قرمز روشنه، دور تا دورم یه ذره‌ای با این قرمز تیره زدم. حالا با مشکی یه ذره میخوام دورگیری بکنم، خیلی کم، آهسته آهسته، فشار دست کم دور کارم رو میگیرم، خیلی کم. قسمت رو هم میتونید یه ذره تیره کنید دور برگ. وقتی فشار دستتون خیلی کمه روی مشکی، انگار که با اون رنگ قبلی ترکیب میشه، یه کمی از اون رنگ پررنگ تر بهتون نشون میده، نه اینکه خود مشکی بخواد دیده بشه تو کار. اگه دیدید خیلی مشکی شد، باز از همون رنگ قبلی یه بار دیگه روی مشکیتون بکشید.